تعداد زیاد نوجوانان در خانه های بزرگ می شوند که در آنجا نمی توانند انتخاب کنند کی را دوست داشته باشند. از جمله والدین آنها می خواهند قومیت، دین و یا جنسیت شریک زندگی فرزندان خود را کنترل کنند. کودکان هم هستند که حق انتخاب دوستای خود را ندارند و حق انتخاب لباس خود، سرگرمی اوقات فراغت خود و یا حق رشته تحصیلی خود را ندارند. بعضی از والدین می خواهند در مورد اعتقادات و دین فرزندان خود تصمیم بگیرند. محققین از شاگردان صنف نهم و شاگردان لیسه سوال کردند تا دریابند که کودک آزاری، یعنی زمانی که بزرگسالان به کودکان آسیب می رسانند، چقدر معمول است. شاگردانی که خودشان نمی توانند شریک زندگی خود را انتخاب کنند، معمولاً خیلی بیشتر از سایر کودکان در معرض انواع مختلف کودک آزاری قرار می گیرند. هیچ کس حق ندارد شما را لت و کوب کند، با لگد شما را بزند و یا موهایتان را کش کند، شما را تهدید کند و یا با حرف به شما صدمه بزند، شما را به زور با آغوش بکشد، از شما بوسه بگیرد و یا مجبور به سکس کند. شما هم نباید شاهد دیدن کسی که آسیب می‌بیند شوید. این مسئولیت بزرگسالان است که شما آنچه را نیاز دارید به دست بیاورید. شاگردانی که حق انتخاب شریک زندگی خود را ندارند، نسبت به کودکان دیگر حالت روی بسیار بدتر دارند. نزد این کودکان، اعمال خودآزاری و افکار خودکشی معمولی است. حتی هر پنجم کودک آنقدر حالت بد روحی داشته که او کوشش کرده خودکشی کند. این نباید اینگونه باشد. همه انسان ها حق دارند خودشان تصمیم بگیرند با کی می خواهند زندگی کنند. هیچ کس حق ندارد به دیگران آسیب برساند و یا آنها را تهدید و یا توهین کند. همه باید به این امر احترام بگذارند. باید از آسیب رسانیدن به کودک جلوگیری شود. اگر بزرگسالان در خانه به کودک آسیب می رسانند، باید بزرگسالان دیگر از این امر جلوگیری کنند. همه بزرگسالانی که با کودکان و نوجوانان کار می کنند، می توانند به شما کمک کنند با سوسیال شنستن در تماس شوید. آنها سعی می کنند به شما کمک کنند که هیچ کس دیگر به شما آسیب نرساند و به شما حمایت و پشتیبانی می دهند. اگر کسی به شما آسیب رسانیده است، این می تواند جرم به حساب بیاید. این می تواند لت و کوب، تهدید و یا تعرض جنسی باشد. این پلیس است که در مورد جرم تحقیق می کند و پلیس های ویژه هستند که در گفتگو با کودکان لایق هستند. آنها افراد زیاد را ملاقات کردند که از کسی آسیب دیدند. اگر متوجه شدید که تعرض در حال جریان است و یا کودک در معرض خطر جدی قرار دارد، به شماره 112 زنگ بزنید. آیا می خواهید یک جرم را به پلیس گزارش بدهید؟ به شماره 114-14 زنگ بزنید و یا با یک مرکز پلیس به تماس شوید. آیا شما یا یکی از دوستانتان نیاز به حمایت یا پشتیبانی دارید؟ با سوسیال شنست کمونتان به تماس شوید. در اینجا اطلاعات بیشتر وجود دارد. اگر نمی خواهید بگویید کی هستید، در اینجا می توانید جواب سوالهایتان را دریافت کرده و حمایت به دست آورید. اگر کسی به شما آسیب رسانیده است، شما حق دریافت کمک را دارید.